همه ساله بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. سلام، عرض درود، ادب و احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. بسیار بسیار خوش آمدین به یک قسمت دیگه از برنامه خودتان، برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی به صورت لایو و زنده تقدیم شما عزیزان میشه. انشالله تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. یک چهارشنبه دیگر است، آخرین چهارشنبه سال 1401. هوای بسیار بهاری و زیباست. انشالله که سال نو، روزگار نو پر از اتفاقات خوب و عالی برای ما و شما باشه. قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنیم، کارشناس و مهمان خوب و دوست داشتنی ما خانم شریفه علیزاده در استودیو حاضر هستن. اجازه بدین یک سلام هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار خوش اومدید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان خوب برنامه، هر جایی که هستین ان شاء الله جور سعادتمند باشین. من به نوبه خود سال پر از خیر و برکت تو هم با سلامتی و امنیت و آرامش برای شما آرزومند هستم. تشکر از شما خانم علیزاده. اما بینندگان عزیز، شماره تماس مثبت 964-780-255 جل 13 مثل همیشه در اختیار شماست و شما همین الان هم میتونید که از طریق واتساب و تلگرام با ما در ارتباط شوید. نظرات خودتان، انتقادات و یا پیشنهاد اگر دارید در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه روشنا مطرح میشه، حتما با ما به اشتراک بگذارید. بسیار بسیار ما را خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتان را برای ما روان میکنید. اما موضوعی که در روزهای چهارشنبه در خدمت کارشناس محترم هستیم، اختلالات رفتاری کودکان است. مواردی را در قسمت های گذشته خانم علیزاده بیان کردن که اگر میخواهید که انشالله ببینید، میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه ها را ببینید و همچنین از طریق اپلیکیشن تلویزیون جهانی هادی. و اما موضوع امروز ببینیم که کارشناس محترم برای ما و شما چه موضوعی را میخواین که مطرح بکنن. در خدمت شما هست. خواهش میکنم. بله، همطور که فرمودین، بحث کلی ما اختلالات رفتاری هست و ما چند قسم از اختلالات رفتاری را بحث کردیم و امروز میخواییم در مورد اضطراب در کودکان گپ بزنیم انشاءالله. بله. خدا یاری دهد. خب میخواییم که ببینیم این اضطراب چی است و چی موقع سراغ ما میاد. خب با یک مثال شروع کنم خانم بیانی جان. گاهی وقتا ما وقت ما بین یک سرک رو میریم، یک صدای مهیب رو که میشنیم. بله. یا یک حیوان، مثلا یک سگ رو میبینیم که به سمت ما روان است، دوان دوان میایه، خواهنخواه ما دچار اضطراب میشیم، بدن ما لرز میکنه، نکته زبان میگیریم، گاهی نمیتونیم فریاد بزنیم. بعد از اون نفس میزنیم، وحشت زده میکنیم. بله. تون صدای ما تغییر میکنه، تپش قلب پیدا میکنیم و همه علائم یک فرد مضطرب رو ما میگیریم. وقتی دیدیم که اون عامل اضطراب همو سگی به طرف ما دوان دوان می اومد، سایب او رو چرخوند، کسی او رو گرفت و رها شدیم از این عامل اضطراب، کم کم او حالت طبیعی ما برمیگرده. بله. خب این یک چیز کاملا طبیعی هست، چی در بزرگسال چی در خردسال. کلگی ما وقتی یک عامل اضطراب سارا بینگریم یا بشنویم یک صدای وحشتناک، یه علائم اضطراب در ما شکل میگیره و زمانی که عامل اضطراب برطرف شد و خیال ما آسوده شد، دوباره او علائم طبیعی در ما برمیگرده. پس اضطراب، تعریف اضطراب، یک حالت درونی هست، یک پاسخ طبیعی بدن است نسبت به عامل اضطراب همراه با فشارهای روانی. ببینید این کاملا طبیعی هست و اگر ما نترسیم و یا اضطراب نگیریم، خب ممکنه دچار مشکلی باشیم. که آه، یک نفر خب اضطراب نمیگیره، خب فرار هم نمیکنه، ممکنه که در مشکل گرفتار شه. همین اضطراب باعث میشه که ما قدرت بدنی ما در پاهای ما بیشتر شه و ما شروع به فرار کنیم و از خود به نوعی دفاع کنیم. بنابراین این استراب هایی که گهگدار سراغ ما میه و یک عامل شناخته شده داره، این کاملا طبیعه خان بینی جان. اما چی وقت ما در عنوان یک بیماری نگاه میکنیم؟ وقتی که کودک ما بیش از حد دچار استراب شوه و یک عامل ناشناخته ای باشه که شما عامل استراب رو در خانه نمیبینین ولی کودک مضطرب است،
همین علائمی که گفتم، دست و پای خود حرکت خود کم میکنه یا دست و پایش میلرزه یا صدایش میلرزه، یه عواملی داره. وقتی میگه که تو برای چی استراب داری، برای چی نگران هستی، میگه که سبب مکتب میرم ممکنه که استاد از من کدام سوالی بپرسه من یاد نداشته باشم. هنوز فردا نشده، هنوز مکتب نرفته، هنوز سوالی از او پرسیده نشده، ولی پیشتر از او کودک ما دچار استراب شده. حتی برخی از افراد هستن خانم علیزاده که قد از این احساس استراب و نگرانی به خاطری است که خود درس خود مطالعه نکرده، اما یک فرد تمام هم غمش درس و تحصیلش هست و وقت هم بسیار زیاد میگذاره، ولی به خاطر استرابش نمیتونه که موفق و کامیاب شود. میبینین که بچه ما در خانه بسیار خوب درس هم میخونه، تکالیف خود انجام میده، ولی معلم ازش شکایت داره که هر وقت من از این بچه پرسان میکنم این سر کلاس جواب داده نمیتونه. خب به این خاطر استراب داره کودک. وقتی میره پیش معلم خود جواب بده، زبانش بند میآید و کلی که او مطلبی که خوانده بود از یادش میره. بله. نمیتونه جواب بده. معلم فکر میکنه این درس نمیخونه، کاهلی میکنه، تنبلی میکنه، ممکنه که او را تنبیه کنه. سرزنش میشه کودک، از طرف معلم سرزنش میشه، از طرف پدر مادر سرزنش میشه و همین سرزنش باعث میشه باز دفعه بعد استراب از او بیشتر باشه و همین چرخه ادامه پیدا میکنه. این یک نکته خدمت معلمای عزیز امجا عرض کنم که شما که با کودکان سر و کار دارین، انشاءالله که روانشناسی کودک را هم مثل همین مسائل، همین اختلالاتی که گفتیم را بدانید و مطالعه کنید در مورد از او، که وقتی کودکی میآید جواب میده، میبینین که ناخنهای خود میجوه، میبینین که رنگ از او پریده شده، میبینین که صدایی از او لرزش پیدا کرده، به او آرامش بدین. شاید این کودک تلاش خود کرده، در مابین خانه زحمت خود کشیده، درس خود خوانده، ولی همین که میاد داخل سینف میشه، پیش استاد خود استاد میشه و یا روبروی یک جمعی که هم کلاسی های از او باشه استاد میشه، استراب باعث میشه که این زبانش بند بیاد. استراب باعث میشه که او نتانه جواب خود بده و باعث سرزنش میشه، باعث عصبانیت او استاد میشه. بنابراین او استاد دستای از او رو بگیره، به او آرامش بده. ببینید دست میلرزه، وقتی دست از او رو استاد بگیره، آرامش استاد ده او منتقل میشه و کودک احساس آرامش میکنه. بچه من جواب خود بده، نترس، آرام باش، نفس عمیق بکش، حالا دم بگو، هیچ ترسی نداشته باش، به او این اطمینان و این آرامش بده که جواب خود بده. در خانه من میرقم خیلی وقتا کودک مضطرب است، مادر دست از او رو بگیره، به او آرامش خاطر بگه و به او بگه هیچی نیست. گاهی وقتا کودک ها واقعا یک صداهایی را به طور فرضی میشنوه، میگن بی مادر جان صدای فلان آمده، من ترس میخورم. اینا کودکانی هستن که معمولا مضطرب هستن و در درجه اول باید خانواده ده او آرامش بده و اگر مکتب میره باز معلم هم سعی کنه که آرامش ده او بده. چه چیزی خانم علیزاده میتونه باعث شوه که یک طفلی رقم شوه؟ من خودم یک طفل را بخاطر دارم که ایچون در او جایی که زندگی میکردن بچه یک تاجر اختطاف کرده بودن برای مدت و این میترسید شام که میشد فکر میکرد که آلی مثلا اختطافگرا به خانش ما ای را با خودشون میبرن. یعنی بالاخره یک چیز، یک علت باید وجود داشته باشه که این طفل این رقم شوه. ما نباید پدر و مادر کل گواهی که میشنیم بره پیش بچه ها نقل کنیم. اتفاقاتی که خب بیرون میافته، فلان کس کشته شده، فلان کس روبوده شده، اختطاف کرده، این گواه رو نباید پیش بچه ها بیرون. چون بچه ها فکر میکنه که همو اتفاق سر خودش هم خواد آمد. حتما الان که ما بین یک سر اگرام میره، حتما کسی او رو تعقیب میکنه و او رو اختطاف میکنه، یا مثلا خدایی نکرده پدر از او کشته نشه، چون او هم فرد سرشناسی از مادر از او کشته نشه، بعد این رقم فکر رو سعی کنیم این گواه رو ما بین خانه زیاد پیش بچه های خود نقل نکنیم، چون اونا قدرت پذیرش و درک این مسائل نداره و او رو بسیار خود سر خود خود فرض میکنه که این اتفاق سر او خواد آمد. پدر مادر خانم علیزاده میخواین که طفل ما هوشیار شوه وقتی که مثلا از خانه برمی آید، بفهمه که چی کنه یا یک مسیر نرو، فکر میکنه قد با ترساندن طفل هوشیار میشه. در حالی که بسیار با درایت خاص باید متوجه بکنه و نه اینکه تمام وقایعی که اتفاق افتاده رو در خانه نقل کنه که وای باعث استراب کودک خود میشه. و بعضی کودک ها فرق میکنه، بعضی کودک ها بسیار زود مضطرب میشه، سعی کنه که با این رقم کودک های گپا رو نزنه، ولی خب بعضی کودک ها هستن که بسیار خونسرد هستن و یا میپذیرن، زیاد اونقدر استراب رو نمیگیرن. خب اما کودکی که استراب داره
چه علائمی داره، ما چی رقم بفهمیم که می بینمی مثلا شش اولاد طفلی که من دارم کدام یکیش مضطرب تر از کدام یکیش علائم استراب را داره و یا اینکه مستعد هست دچار استراب باشه. خانم علیزاده من زد میخوام قبل از اینکه علائم و نشانه های کودک مضطرب را بگویید اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، بعد از او در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 در اختیار شماست و شما اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده دارید، بی‌ویژه در مورد موضوعی که امروز مطرح میشه، اختلال استراب در کودکان، میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در میان بگذارید. یک میان برنامه رو میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم ما، همچنان شما برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده، کارشناس روانشناس تربیتی کودکان. خانم علیزاده، شما در مورد اختلال استراب در کودکان صحبت میکنید و نشانه هایی که یک پدر و مادر یا یک معلم میتونه تشخیص بده که طفل مبتلا به اختلال است یا نه. بله، این نشانه هایی که خدمت شما عرض میکنیم هم پدر مادرها توجه داشته باشن و هم اونایی که معلم هستن سر کلاس با کودکان سر کار دارن توجه داشته باشه که چه رقم طفل مضطرب رو ما شناسایی میکنیم. اول اینکه کودک مضطرب خون با اینجون تمرکز نداره، خیلی سخته. مثلا از مکتب اومده تکالیف خود انجام میده، ما بین تکالیف خود باز بلند میشه میگه مادر جون من خیلی فکرای بس سراغم میاد، میترسم که همین الان جنگ شود، میترسم که زلزله شود، خانه نیاید، میترسم که زلزله شود، میترسم که من فردا مدرسه نمیرم. چرا؟ من درس خود فکر میکنم من یاد نگرفتم، جواب دادن نمیتونم، پس من نمیرم فردا مکتب. خب ببینید در یک کار تمرکز نداره، یعنی تمام وقتی که تکلیف خود انجام میده یا کدام کاری، مثلا یک پاکاری هم که میکنه باز موبایل از فکر از مشغول هسته، نمیتونه روی یک کار تمرکز داشته باشه، مدام افکار مضطرب سراغ از اون میره. احتمالاً شاید یک مقدار از کمبود اعتماد به نفس یا چنین چیزی هم یعنی میتونه یک موارد باشه. یکی دیگه این که کودک که مضطرب است معمولا از مدرسه رفتن خوشش نمیآید. چرا؟ که عوامل استراب در مدرسه باز بیشتره، میترسه که نکنن چون درس را جواب داده نتونه دوستای ازو خنده کنه، مورد تمسخر قرار بگیره، یا استاد ازو سرزنش کنه، صدای خود بلند کنه و بگه بازم تو مثل همیشه درس خود نخوندی. به خاطر که ترس داره از سرزنش و تمسخر دیگران از مدرسه رفتن خوشش نمیآید. و معمولا کودکانی که مضطربه درسایش هم ضعیف است، یعنی جزء بچه‌هایی هستن که معمولا در درس خود زیاد موفق و کامیاب نیست. و یکی دیگر این رقم بچه ها همونطور که شما فرمودین اعتماد به نفس ضعیفی داره، به خاطر که میترسه خطا کنه، میترسه که باز یک کار درست انجام نده، استراب را بیشتر داره. یکی از علائم دیگه ای که داره خانم بنجون، این رقم کودک ها معمولا عادت ناخن جویدن را داره، ناخن های خود میجا یا شست خود میمکه یا موی خود کنده میکنه، بازی میکنه با موی خودم تو کنده، با یک چیزی خود مشغول یا میکنه، یا با دکمه لباس خودش هم بازی میکنه. چون استراب خود سعی میکنه این رقم کنترل کنه، معمولا ناخودآگاه در یک کاری مشغول، خودش هم نمیفهمه که مثلا ساعت ها داره ناخن انجام میده یا موی خوده میکنه. و یک اینکه این رقم بچه ها معمولا منزوی هستن، بچه های آرام و گوشه‌گیری هستن، ببینید بچه هایی که اعتماد به نفس بالایی دارن، جرأت بالایی دارن، نترس هستن، معمولا اهل حرف زدن، بیان کردن و اهل در شما حاضر میشن، دوست پیدا میکنن، مسئولیت میپذیره.
ولی بچه هایی که معمولا مصرف هستن مسئولیتی رو قبول نمی کنه، منزوی تره، گوشه گیر تره، آرام تر هستن. و یکی دیگر که این رقم بچه ها معمولا از تاریکی می ترسن، از صداهای بلند می ترسن. مثلا یک وقتی که صدای کدام بلندگوی بلند می شه یا کدام موسیقی بسیار بلند پخش می شه، زود گوشه خود می گیره. ترس داره معمولا، میترسن مگر پایان کمیش کنین، صدا رو پایین تر کم ترش کنین. و یکی دیگر معمولا در شبها کابوس میبینه، خوابهای براشفته میبینه، جیغ میزنه از خواب خود بلند میشه. و یکی نشانهای بچهای مضطرب اینه که شب ادراری هم داره، معمولا جای خود خیس میکنه. این رقم بچه‌ای هستن که معمولا اعصاب ضعیفی دارن، زود پرخاش میکنن، کدام گپی که میزنی تهشان برمیخونه، معمولا یا قهر میکنه یا پرخاش میکنه و او تاب‌آوری و طاقت تحمل از او ضعیف هستن. اختلال اضطراب خانم علیزاده آیا ارتباطی به جنسیت طفل هم داره؟ یعنی بگیم که مثلا بین دخترها یا بین بچه‌ها بیشتر شده؟ نه، هم پسرها دارن هم دخترها داره. این رقم علاز آماری چیزی مثلا گزارش داده نشده که بگیم ما پسرها یا دخترها بیشتر، ولی خب چون دخترها یک مقدار حساس‌تر هستن و درون ریستر هستن معمولا، شاید بگیم که اضطراب بیشتر در اونها دیده شده نسبت به پسرها. خب همه اینهایی که گفتیم علائمی میشه که ما تشخیص بدیم یک طفلی ما یا یک دانش آموز ما سر کلاس ممکنه یک فرد مضطربی باشه که ما باید مراعات حال از او رو بکنیم و سعی کنیم که او درمان شوه و او را پیگیری کنیم برای حل از این مشکل. یعنی ممکنه که این اختلال خانم علیزاده با دامنش با بزرگسالی هم کشیده شود و با مرور زمان حل نمیشه خودش؟ بله، در کودکی اگر حل نشه خب همراه کودک خب مانده. بزرگسالی یک وقت است که در نوجوانی فرد متوجه میشه که من این مشکل دارم، سعی میکنه که خودش غلبه پیدا کنه. بله. یک وقت خانواده متوجه میشه که کودک من این مشکل داره، کمک میکنه کودک خودش که غلبه پیدا کنه بر اضطراب خود. یک وقتی هست نه نوجوان متوجه میشه نه کودک، خب همراه زنیه مانه دیگه و تلاش هم نمیشه برای برطرف کردن از او. خب همین اضطراب در بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه و یک فرد بزرگسالی که جرأت هر کاری رو نداره، معمولا توی زندگی ریسک نمیکنه به خاطر اینکه ترس داره، همون ترس و اضطراب از کودکی همراه از او بوده. در بزرگسالی هم معمولا در کار خود، در تحصیل خود، در زندگی مشترک خود معمولا زیاد موفق نیست. بویژه در ارتباط برقرار کردن فکر میکنم خود بسیار زیاد نشان میده، بسیار تاثیر داره. یک فرد مضطرب معمولا روابط اجتماعی ضعیفی داره، سعی میکنه کناره گیری کنه، دوست نداره زیاد در محفل ها و مهمانی ها شرکت کنه، دوست نداره زیاد در خانه خود مهمان داشته باشه. به خاطر تو گفتیم میل به تنهایی داره. معمولا افرادی که تنهایی رو بیشتر دوست دارن گاهی وقتا ریشه در اضطراب اونها داره. در واقع یک راه گریز است. بله، یک راه گریز. چون درمان نشده به دنبال گریز میگردن. چه علل میتونه باعث این مسئله شود؟ من علتهایی که باعث اضطراب میشه، مخصوصا چون بحث ما روی کودکان بله. در طفل چه رقم باعث اضطراب میشه. یک از علتهایی که باعث اضطراب میشه در کودک ما میتونه یک اتفاق بزرگ در خانواده باشه. چه رقم؟ مثلا مادری باردار است، طفل در راه دارد. یک مثال، کودکی داره که او مدرسه میره، مکتب میره، مثلا 7 سال است. خب وقتی در مورد آمدن یک فرد جدید، یک نوزاد جدید در خانواده با طفل خود نقل نکرده، صحبت نکرده، او را آماده پذیرش یک طفل دیگر نکرده، کودک در مکتب است بیخبر، یک روز میای خانه میبینه که بله یک مهمان ناخوانده آمده، یک نوزادی آمده که کلی پدر مادر کاکا ماما کلی دور از او میچرخه و همه توجهات خانواده، مهربانی های خانواده برای او طفل نوامده است و ای احساس میکنه که رها شده، احساس میکنه که دیگه کسی اطراف او نیست. وقتی هر روز که میامده از مکتب پدر او را نوازش میکرده، مادر او را نوازش میکرده، حالا کلی که توجه رفته طرف طفل تازه آمده. خب این باعث میشه کم کم این کودک دچار علائم اضطراب شده که نکنه من رها شدم، نکنه من تنها شدم، دیگر کسی مرا دوست نداره، دیگر کسی به من توجه نمیکنه، من دیگه در خانواده مهم نیستم. این فردی که تازه آمده جای من گرفته. یک سری حجب و حیاهایی فکر میکنم اضافه تری در بین مردم ما وجود ما داره. بله. که فکر میکنه که مثلا خوب نیست که حالا من با طفل خودم در مورد این مسئله
کنیم یا نمیفهمه این کودک. در حالی که بله مثلا در خانواده های ما مردم که سبک سنتی است معمولا نقل نمی کنم میگه چی کوا که ما در طفل خود بگویم، در حالی که از لحاظ روحی و روانی باید او طفلی که کلانتر هست و قرار طفل دیگه پشت سر از او بیایه را آماده کنیم. بالاخره با او هم مربوط است، او هم یک فرد از این خانواده است. نگیم که نمیفهمه او چی میفهمه اینا. او را آماده پذیرش کنیم برای یک ورود یک فرد جدید در خانواده و بسیار مثلا وقتی من میخوام برای طفلی که در راه دارم برم یک کالا بخرم، امی طفلی دیگه خودم رای خود ببرم ما بین بازار، بگیم خب یک بیادر جدید یا یک خواهر جدید قراره در خانواده ما اضافه شد، دوستم تو کالای رو انتخاب کنی، به نظر تو کدام کالا رو بخریم؟ این رقم طفل آماده میشه، ذوق پیدا میکنه که من دوست دارم با سلیقه از تو این کالا رو بخرم، یا کدام اسباب بازی، یا کدام چیز با وسایل بازی رو بخرم، یا کدام توشک و رخت خوابی که برای طفل جور میکنی را با سلیقه قی طفل کلانتر خود جور کنی که او هم سهم بگیره، او هم اینجا این رقم ذوق پیدا میکنه و آماده ورود یک طفل جدید داره و دچار استراب هم نمیشه، و وقتی هم که آمد این طفل را دید سعی کنم که از طرف از ببینید بیادر شما خواهر شما، این رقم متعلق بدانیم به طفل کلانتر خود که بدانه این طفل فقط مال ما نیست، این برادر شماست، این خواهر شماست، این که مثلا این بسیار هم بازی شماست، از این به بعد با او بازی میکنی، تنها نیستی، وقتی مکتب میری این طفل منتظره که تو کی برگردی. یعنی با همین روش های ساده یک مشکلی که مثلا یک مشکل بسیار حاد و دشوار در یک چالش جدی در زندگی طفل باشه حل میشه، حل میشه. و یکی دیگر وقتی که یک از اتفاقاتی که ناگواری ممکنه در خانواده پیش بیاید، خب مرگ عزیزان است. بله. یه هم ممکنه دچار استراب طفل ما شود. باز هم سرمون مثلا مسئله باشه، ممکنه مادر کلانی در خانه ناجور باشه، پدر کلانی در خانه ناجور باشه، و ما میدانیم که این در حال رفتن است. میدانیم که امکان داره با همه بیماری از دنیا بره. طفل خود کم کم آماده کنیم. این رقم نباشه که طفل ما از مکتب برایه یک دفعه بیاد خانه ببینه کل دیگه مردم جمع شده، مادر کلان ما از دنیا رفته. معمولا در این شرایط نه تنها خانم علیزاده متوجه طفل نیستن، بله. که حتی مثلا مادر به سر خود فغان و شیون و زاری میکنه، خواهر در طرف دیگه، پدر در طرف دیگه، به طفل فراموش میشه که اصلا وجود داره و او طفل میمونه و یک دنیای پر از استراب و غم و غم و گیجو هست که چرا این رقم شد. مادر کلان من که دیروز گپ میزد کنارش من بودم، چطور شد که امروز نیست؟ چرا مردم در خانه ما جمع شده؟ چرا پدرم گریانه؟ چرا مادرم گریانه؟ چرا مادر کلان من را میبره؟ ببین همه این سوال ها یک کودک نمیتونه هضم کنه، چرا که در مورد از او چیزی نشنیده، برای او همه اینا مجهوله، همه اینا سواله. پس یک پدر و مادر هوشیار سعی کنه طفل خود آماده کنه، بسیار با زبان کودکانه که بچه ما کلگی ما از طرف خود آمدیم، یک روزی ما یک سفری داریم به سمت خدا، ممکنه این سفر برای پدر تو، برای مادر تو، و چون پدر و مادر کلان تو سن خود کرده امکان داره برای اونها پیش بیا، اونها ما را میبینه ولی فقط از پیش ما میرن، یک سفری در پیش داره که وقتی این طفل از مکتب برآمد برای ازو بگیم که این همون سفری که نقل کردم پیش تو گفتم بچه‌م، این همون سفر است که امروز برای پدر کلان تو پیش آمده. یعنی در هر شرایطی فکر میکنم که ما کودک را یک فرد یک انسان در نظر بگیریم، شرایط را با او در میان بگذاریم، او را توضیح بدیم و توجیه بکنیم، بهتر است که او طفل را رها بسازیم که خودش مشغولات خودش را با تنهایی حل کنه. یک میان برنامه را ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی
هادی نگاه میکنید و ما همچنان با گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم علیزاده ادامه میدهیم. خانم علیزاده، شما در مورد اختلال استراب در کودکان صحبت میکنید و علل و عواملی که میتونه منجر به اختلال شه. از علل ها گفتیم، حالا میرسیم یکی از علل هایی که باعث استراب کودکان میشه، فشارهای آموزشگاهی. وقتا خیلی خانواده سخت میگیره که باید تو نمره اولی سنف خود باشه، باید نمره اولی مکتب خود باشه. این رقم فشارهایی که بیش از حد سر اولاد وارد میکنه باعث استراب از اون میشه. شاید یک کودک واقعا اون هوش بالایی را برای آموزش نداشته باشه، شاید برای کاری مکانیکی یا کار دیگه داشته باشه، شاید ذوق هنری داشته باشه، ولی پدر مادر اصرار داره تو که حتما دکتر شوی، حتما انجینیر شوی، آره نمره اولی مکتب خود شوی. اینها هم باعث استراب میشه. و یکی دیگه بی‌ثباتی والدین، وقتی در خانه جنگ باشه، نزاع باشه، درگیری باشه، لت و کوب باشه، همه اینها هم باعث ایجاد استراب در کودک ما میشه. چون در اون دنیای عاطفی که کودک داره میطلبه که یک خانواده مهربان، یک خانواده‌ای داشته باشه پر از مهر و محبت. جنگ و جدال رو میبینه، خود ما کلانترا دچار استراب میشیم. چی بگذره خانه باید محل آرامش باشه. باید باشه. و یکی دیگر که تغییراتی که در دوران بلوغ رخ میده خان با اینجان، وقتی که ما باز هم گفتیم وقتی گپ نزنیم، اولاد خود آشنا نکنیم با تغییراتی که در دوران بلوغ برای رخ میده، همون تغییرات هم باعث ایجاد استراب میشه. وقتی من در دختر خوب نگم که در مورد اون عادت ماهیانی و گپ نزنون، وقتی که رخ میده چون چیزی نشونده نگران میشه و دچار استراب و ترس میشه. یا حتی گاهی خود ما نه تنها تربیت نمیکنیم که ضد تربیت یا ضد آموزش داریم. ببینید در همین مسئله مرتبط با بلوغ دختران، خب معمولا خانواده یک چیز پنهان، یک چیز ترسناک، یک چیزی که اگر اتفاق بیفته ناراحت کننده است، امتناع میکنه. بله. کودک ما میترسه که این چه شرایط بدی هست و اگر سراغ از او بیا یک اتفاق بسیار ناگوار است که نباید در موردش گپ بزنیم. متاسفانه بسیار یک فرهنگ ضعیفی هست و ما باید در این زمینه کار کنیم. یا حتی برخی از خانواده، خانم علیزاده، ناراحت میشن، او کودک میتونه تشخیص بده. ما یک شاگردی داشتم در جایی که این میگفت که مثلا مادر ما وقتی که خواهرم به سن بلوغ میرسن ناراحت میشه که خب حالا اینا به سن ازدواج رسیدن، پدرش اینا رو بشری میده و چی شود چی نشود. و این خودش هنوز به او سن نرسته نگران، خب از خواهره کلانتر خود چیزای شنیده بود ولی نگران بود که اتفاق برای از من بیفته، من جواب مادرم را چی بده. دقیقا، متاسفانه بسیار یک فکر سنتی و بدی است که بین مردم ما رواج داره که انشالله بعدی فرهنگ سازی شد. یکی دیگر از عواملی که باعث استراب میشه خان بین جان، خب دنیای امروزی گفتیم فصل دنیای تکنولوژی و عصر مدرن و صنعت و فضای مجازی هست، گیم های کامپیوتری، تماشای فیلم های وحشتناک و خشنی که از طریق ماهواره، تلویزیون در فضای مجازی هست، اینها هم عواملی میشه که باعث استراب میشه. خب چه کار کرد؟ در دنیای امروز که نمیشه کودک خود از 100% ما از بازی های و تلویزیون یا از گیم های کامپیوتری اونا نمیتونیم محروم کنیم. اول اینکه نگاه کنیم ببینیم آیا مستعد سن کودک ما هست یا نه. بعضی از گیم ها خب از خود سن مخصوص به خود داره. گاهی وقتا کودک من خورد است و گیم هایی رو بازی میکنه که مناسب سن او نیست. آه. یا فیلم هایی رو تماشا میکنه که مناسب سن او نیست. پس بنابراین اول اینکه از لحاظ ساعت محدود کنیم، تمام وقت از اون مشغول بازی، مشغول گیم بازی، مشغول تماشای فیلم در فضای مجازی نباشه، ساعت از اون محدود باشه، او فیلمی که نگاه میکنه مختص به سن خودش باشه، گیمی که در کامپیوتر انجام میده مختص به سن خودش باشه و ما این را نظارگر باشیم در اینجور مسائل که باعث استراب در کودکان ما نباشه. پس 100% نمیشه که ما کودکان را منع بکنیم، بگیم که تو به هیچ وجه شدنی نیست، باید کنترل شود، کنترل کرد، مدیریت کرد، همراه بود، نظارت کرد تا بتونه که کاهش پیدا کنه عوامل استراب زا. بله. و ما از علل گفتیم، حال میرسیم به این که کودکان معمولا چند نوع استراب داره. یک استرابی که معمولا در سن یک سالگی بسیار رخ میده استراب جدایی است. وقت چون کودک نمیپذیره، وقتی که مادر مثلا کنار کودک هست، کنار طفل خود قرار داره، مادر میره معاون اولی، کودک گریان میشه. بله. چرا که احساس میکنه همین که رفت بیرون دوباره بر نمیگرده. پس بسیار مراقب باشیم وقتی که کودکان مخصوصا در 2 سال اول زندگی، سعی کنه که مادر کنار از او باشه، چون همین جدایی هایی که رخ میده باعث آسیب رساندن در کودک میشه.
خانم الزاده، خب برخی از افراد میگن که مثلا در کشورهای خارجی طفل را مثلا در یک اتاق جدا خواه میدن و او طفل از همه طفولیت یاد میگیره و مرور زمان که مستقل باشه. خب ما هم این رقم کنیم، خب این وابستگی ایجاد نمی کنیم. نگاه کن، یک چیز هست حتی در روانشناسی به نام شرطی زادن. وقتی که شما یک طفل هم در یک اتاق دیگه قرار میدید، در او اطمینان خاطر میدن که من پشت این در هستم. هر گاهی مثلا او یک کوچکترین گریه، کوچکترین صدایی برآمد، مادر میره پیش طفل خود و این کم کم اینقدر تکرار میشه که کودک یاد میگیره و میفهمه که مادر من پشت در منتظر من هست و من کوچکترین صدای من، مادر من در راه هست و میآید. خب پس معمولا استراب جدایی در دو سال اول زندگی هست و یک استراب دیگر که باز در کودکان بسیار رواج داره، استراب فراگیر بهش میگن. استراب فراگیر یعنی که ما بین خانه نشسته، همه چی امن و آرام، آرام و آرامش است، ولی طفل من میترسه نکنه الان زلزله بیاد، نکنه سیل بشه، نکنه بمباران بشه، نکنه که یک مین باشه ما بین خانه ما. چیزی که هنوز اتفاق نیفته معمولا در حوادث طبیعی و غیر طبیعی را پیشاپیش از او ترس داره که به این میگن استراب فراگیر. مدام ترس همراهی از او است. ماجرای کرونا که چند سال پیش پارسال رخ داد. بله دقیقاً. بیشتر اطفال بودن که بسیار نگران. بله. چه شود حال مثلا ما یا خودمون یا خانواده‌مون کسی خدای نکرده مبتلا نشه؟ فکر می‌کنم بیشتر از بزرگسالان اطفال را گرفتار کرده. بله بسیار. و یکی دیگر از استرابایی که کودکان بسیار درگیر است، فوبیا و ترس از تاریکی، از بلندی، از ارتفاع، از صدای بلند، از سایه، از سایه بچه‌م، از خیلی چیزهایی که ترس داره و میدونه که هیچ ترسی نداره. و اما با چه طریق درمان میشه؟ بله. خب کلگی ترس و عوامل گفتیم، چه طریق درمان میشه؟ چون استراب ما بحث ما روی کودک هست، اولین درمانی که برمیگرده رابطه بین کودک و خانواده است. یعنی میاد روی رابطه کودک و خانواده تاکید میکنه که خانواده چه رقم استراب کودک خود از بین ببره. اول اینکه سعی کنه که با او بازی کنه. ببینید کودک ما از یک چیزی میترسه، مثلا از بلندی میترسه، از ارتفاع خیلی کم. بازی هایی که کم کم پله پله با از ارتفاع باشه، ببین بچه ما ترس نداره. از یک پله پریدی، از دو پله پریدی، از سه پله پریش کردی، ترس نداره ارتفاع. با بازی کردن همراه با تفریح، همراه با شادی، کودک تجربه میکنه که به استراب خود، به او چیزهایی که از او ترس داره غلبه پیدا کنه. با نقاشی کردن، از چیزی که میترسه نقاشی کنی، ترس نداره. مثلا ما از مرغ میترسه، بچه‌م از گوسفند میترسه، نقاشی کن ببین ترس نداره. با خمیر بازی، با شن بازی، با خمیر دست امیدی، مثلا کودک من جوجه میترسد، مرغ میترسد، خب مرغ تیار کن، حالا با دست خود رو از بین ببر، ترسی نداره. باز درستش کن، از بین ببر. با شن بازی همون چیزی که میترسی را بکش، بازی کن، همرو از بین ببر، پاکش کن، دوباره بکش. همه اینها باعث میشه که بچه به استراب خود غلبه پیدا کنه و او عوامل استرابزای خود غلبه پیدا کنه، او را از بین ببره. این از طریق خانواده میشه. و یکی دیگر، خب اگر دیدیم که نه خانواده هر کاری کرد و هنوز استراب کودک ما از بین نرفت، مراجعه میکنه به یک روانشناس، به یک کسی که اهل این کار است. یک روانشناس هم معمولا در روشهای جدیدی که بسیار برای بچه‌ها رواج پیدا کرده، بازی درمان هست، همراه با بازی قصه درمانی هست، همراه با قصه سعی میکنه او فوبیا، او ترس ها، او منابع و عواملی که کودک ما از او ترس داره را از بین ببره با روش های خاص خودش، همراه با بازی درمانی، همراه با قصه درمانی. و در مواردی که بسیار شدید پیدا کنه و با اینها حل نشه، معمولا با دارو درمانی هم میتونه برای استراب های کودک غلبه پیدا کنه و راه کاهش دارو درمانی باشه. این کودک وابسته به دارو دوا نمیشه تا یک مرحله ای را، مثلا میگن حالی که خیلی شدید هست، حاد هست، با دارو کاهش پیدا میکنه. کم کم بر اساس او تجوید او روانپزشک هست، میگه حالا دارو را کم میکنیم یا کنار میگذاریم. کم کم روش های دیگر با بازی درمانی، با گفتیم که با قصه درمانی سعی میکنه که اینها را کنترل کنه. وقتی که کودک است، وقتی که بزرگسال میشه، خب تر با خود فرد رمون کاوی میکنه که چه رقم او تکنیک هایی را دو یاد میده که چه رقم خودش به استراب خودش غلبه پیدا کنه و مدیریت کنه و اونها را از بین ببره. خانم الزاده، من برداشت خودم رو میگم از همین مسئله که شما فرمودید، میخوام بدونم که درست است یا نه. مهمترین شاید راه حل و درمان استراب در کودک ای خود بود که او بدانه که یک پناهگاه و یک تکیگاه امن داره و چیزی نیست جز خانواده.
اگر که او پناه و پشتش محکم باشه و احساس کنه که در سختی های زندگی کسی هست که از ما حمایت کنه، کسی که بسیار قوی است، پدرم قوی است، مادرم قوی است، ما میتونیم در کنار هم مشکلات را پشت سر بگذاریم، پس دیگه عوامل بیرونی شاید تاثیر خود بسیار کم بگذارن. دقیقاً. و به این حد نرسه. بله. ببینید اگر بر پدر و مادرهای ما آگاهی داشته باشه که چی رقم با کودک خود برخورد کنه، همه عوامل اضطراب را که خدمت شما عرض کردیم را، اضطراب در کودک به وجود نمی آید که ما به دنبال درمان از او باشیم. وقتی پدر و مادری آگاه باشه که زمینه اضطراب را در همون کودکی، در همون خوردی ما و این خانه حل کنه، دیگر اضطراب به کودک نمی مانه که ادامه پیدا کنه در کودکی. بله، کار اشتباه والدین است. بله، یک برخورد اشتباه، یک کار اشتباه و یک مدیریتی که در خانواده داریم. آگاهی اون آگاهی که من گفتم براتون، برای یک طفلی که به دنیا میاد، برای مرگ، برای حوادث طبیعی، وقتی من بتانم که کودک خود با زبان کودکی در او تفهیم کنم، با قصه، همراه با قصه، بسیار با زبان خوش به کودک خود این آگاهی را بدم، و این باعث میشه که دیگه اضطراب در او شکل نگیره، که باز در پی درمان از او هم که باشیم، باز هم در درجه اول در خانواده باید درمان شود، و اگر نشود باز هم عوامل راه‌های دیگه‌ای که خدمتتون عرض کردم. بله، بسیار تشکر از شما. اگر احساس نیاز میکنم در حد 30 ثانیه یک جنبندی هم بفرمایید، تشکر میکنم. خب بحث کلی ما اختلالات رفتاری بود و ما امروز هم در مورد اختلال اضطراب گپ زدیم، و اما در یک مورد تأکیدی داشته باشیم که در کشور ما افغانستان چون عوامل اضطراب بسیار زیاد است، متاسفانه از جنگ و از انتحاری و از کشته هایی که طفلای ما میبینه، از ناامنی که وجود داره که از خانه میاد بیرون، آیا طفل ما سالم برمیگرده یا نه، اضطراب ریشه دوانده در زندگی ما، چه در پدر ما، در مادر ما، مادری که طفل خود روان میکنه در مکتب و منتظر از اون میمانه که آیا سالم برگرده یا نه، کودکی که پدر خود میره سر کار، یه استراب رو داره در خانه که آیا ای پدر من از سر کار خود امشب خود برگشت سالم یا نه. پس بنابراین در زندگی ما مردم متاسفانه ریشه دوانده و هست، وجود داره متاسفانه، و این هم سر کودک ما هم هست، هم سر کلان ما متاسفانه هست، و بر ما لازم است که اطلاعات بگیریم، پیدا کنیم که چه رقم با این استراب ها کنار بیاییم، چه رقم اینها را کنترل کنیم، چه رقم بتونیم که کم کنیم این استراب ها را در زندگی خود، تا آسیب هایی که وارد میکنه در خانواده، در زندگی، در طفلای ما کم باشه. من نمیگم هیچ آسیب وارد نمیکنه، حداقلش کنیم، کمش کنیم. بله. که انشالله زندگی ما کمتر دچار مشکل شه. بسیار تشکر از شما. اما شاید علت بسیاری از استرس ها و استراب هایی که هم اطفال هم ما در زندگی تجربه میکنیم ایست که به امور مبهم آینده فکر میکنیم و از آینده دلنگران هستیم. شاعر شیرین سخن فارسی میگه خوش آمد گل وزن خوشتر نباشد، که در دستت به جز ساغر نباشد، زمان خوشدلی دریاب دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. در حال زندگی کنیم، از حال استفاده بکنیم، انشالله که خداوند برای ما و شما بهترین ها را در تقدیر من رقم میزنه. و امروی کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم. بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم.